سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در این کنار من حالا امیدوارم که موقعی که پخش میشه همونطوری باشه کارون جریان داره سلام فرهادم از هومه سلام فرزادم از دانتان ونکوور سلام چه خبر؟ این یه ساعت سلامت. یه بیست دقیقه شد رفتیم ما رفتیم اومدیم کار کردیم آه. نه در رو باز خیلی جونم براتون بگه که گفتنی ها رو گفتیم اشاره ها رو اپیزود من کردیم میتونیم مستقیم مثلا ریش و قیچی رو بدیم دست کارون ببینیم این هفته میخواد چی کار بکنه با ما چی داری برامون من قبل اینکه شروع کنیم سوال بپرسم از ماها آره شما چرا وقتی ظهر غذای سنگین میخوری بعدش خوابت میگیره به خوابی هم خیلی خوب میخوابی ولی شب که غذای سنگین بخوری خوابت نمیبره تا این فکر کردی خیلی من راحت میخوابم شبو نه زهرا زهرا دیدی مثلا تو زهر غذای سنگین بخور کار داری میکنی یه جوری حاضری مثلا تو رو سندلیت بخوابی حالا شب غذای سنگین بخور اگه خوابت بود نه اگه کار داشته باشی اگه مثلا تو غذای سنگین بخوری مجبور بشی مثلا تا نصف شب بیدار بمونی راحت میخوابی یا آره فکر فاکتور کار است پس اون کار است یعنی اگه کار داشته باشی مثلا من امروز یه ذره از افزورم در درورده بودم بعد رفتم یه ذره رو مبله درست کشیدم و دیدم الان چه خوبه بچسبه واقعا بعد دیگه میگم نمیتونم وقت همین من دیشب حالا تو طول هفته مثلا غذا که میخورم سنگین میشم بعدش که میگم میشینم پشت میز حاضرم تو همون حالت تو هر وضعیتی گردن کمر درد بخوابم بله بعد دیشب داشتم پادکست می نوشتم مثلا تا یکینا من شام نخوردم ام. بعد یک تا دو شام سنگینی خوردم بعد که صبحانه خوردی آخه دیگه من آره. باید خوردی دیگه آخه دو خیلی گوش به وقت ایرانم ایران دیره نه دیگه کارون گوش نشه با بخوره <تصفح> <تصفح> خوابیدم ولی سخت بود سوال برام پیش اومد که چجوری زهرا بخوری به خوابی خوبه شبا بخوری به خوابی خوب نیست آقا این سوال تو کورا بدتر آره واقعا <تصفح> با برم بپرسم قطعا جوابه شبا جواب... اگه نباشه جوابی خواب. آره نخور به خواب شبا جواب... یا بخور نخواب <تصفح> بفرمایید تو بحث از اینجایی که هست دیگه بدتر نشده بفرمایید این قسمت ما متوجه باشیم که آقای احمدی نژاد چه آماردان و ریاضیدان بزرگی بوده مرگ نزده به بفرمایید دو متوجه میشیم که چقدر هممون از گرگ کمتریم اینو فکرم فرهاد خیلی خوب میدونه که ما چقدر از گرگ از گرگ کمتریم گرگ خیلی موجوده فرهاد احساس میذاره خیلی بالای تصویرت خیلی زیاده زیاده؟ آره خب شما بهتر میدونی زیاده میدونم نه نه خوبه به نظر من بسته ریسک نکنید بهتر شو بهتر شو این دیگه پایین تاریخ که آره این دوتا رو تو این قسمت متوجه میشیم توی جنگ جهانی دوم بوده اون وسط مسطهاش که میدونید نیروی هوایی ارتش آلمان خیلی قوی بوده دلیل اینکه این, این همینجوری راحت مثلا همه جا رو میگرفت و از رو متفقین رد میشده همین نیروی هوایی قویش بوده که میگفتن هواپیما ایناشون خیلی جلوتر از هواپیمای حالا انگلیس و فرانسه و بقیه کشورهایی که, که توی متفقین بودن بوده بعد اینا میان میشینن فکر میکنن که آقا ما چیکار کنیم که مثلا های ما اینقدر آسیب نبینن خب بعد میان یه مطالعه انجام میدن میرن نگاه میکنن که هواپیماهاشون که آسیب دیدن و برگشتن کجاهاشون بیشتر آسیب دیده بعد مپ میکنن میبینن کجاها گلوله خیلی خورده مثلا روی بال گلوله خورده بود و مثلا اطراف دوم بعد خب نتیجه میگیرن که آقا ما بیایم این نواحی رو قوی کنیم چون هواپیما رو نمیشه خیلی سنگینش کرد همه جا مثلا زره و اینا براش گذاشت دیگه راحت بلند نمیشه هواپیما جنگی یه مقدار مشخصی میتونستن به وزنش اضافه کنن برای همین باید صرف جویی میکردن میان یه نواحی از بال و دوم این هواپیما رو میگن ما باید بیایم قوی کنیم بله به خاطر اینکه اونجا بیشتر گلوله خورده پس اینا چیزایی که باید قوی بشه این وسط یه ریاضیدان و آماردان به اسم آقای آبراهام والد یه نکته بسیار رندانه یا اشاره میکنه که میگه که این نقاطی که توی این هواپیما ها آسیب دیده اینا هواپیما هایی که تونستن برگردن اون هواپیما هایی که متلاشی شدن اصلا برنگشتن جاهای دیگه شون آسیب دیده که جای دیگه کجاست دقیقا برعکس جاهایی که مال این هواپیما آسیب دیده یعنی دور ناتشه. موتور و جایگاه سوختشون این خیلی نکته جالبیه میگه چون ما چیزایی که داریم الان مطالعه میکنیم این داده هایی که داریم مخصوص هواپیما هایی که برگشتن ما برعکس باید بریم اون جاهایی که این هواپیما ها آسیب ندیدن رو قوی کنیم به خاطر اینکه اونها جاهایی بوده که باعث شده اون هواپیما سقوط کنن هواپیما رو برن پیدا آره این خیلی نکته رندانه و جالبیه به این مفهوم میگن سوروایورشی بایست یا سوگیری دوام نگری مرسی از بی بی سی که اینا رو برای ما ترجمه کرده واو. سوگیری دوام اینو ما اه, حالا استاد بزرگ آقای احمدی نشاد گفته بود گفته بود آب و برید جایی بریزید که میسوزه می و بعضی ما... که اون ممه رو لولو Sport. آره اون رئیس جمهور وقت به ما گفته بود که آبو بریزی جایی که میسوزه و این آقای ریاضیدان آماردان هم گفت گفتش که جایی که میسوزه اون موتوره نه بال و دوم ولی مشکل اینه که توی زندگی روز ما پیدا کردن جایی که میسوزه به این راحتی ها نیست ما همیشه آره ما همیشه دوچار مشکلیم توی پیدا کردن جاهایی که میسوزه یه چند تا مثال بزنیم مثلا شما فرض کن تصمیم میگیری که بری جیم خب بله. قبلش نمیرفت و مثلا یه،, یه هفته میری مثلا چند جلسه میری میبینی که توی جیم یه سری آدم مشخص هستن که خیلی هیکلای خوبی دارن و اینا مرتب دارن میان بعد تو ممکنه اون وسط حالا ناامید بشی از خودت به این فکر کنی که چرا خب همه اینا میتونن مرتب بیان و انقدر هیکلاشون خوبه ولی من نتونستم من هیچ وقت این کارو نکردم و این باعث میشه که تو اصلا دیگه اونجا نری نکته چیه نکته دقیقا همین مفهومه ما تعداد آدمایی که مثلا عضویت اون جیم رو دارن و اصلا نمیرن رو نمیدونیم ما اونا رو نمیبینیم توی داده های ما نیستن و داریم قضاوتمون رو بر مبنای اون آدمایی میکنیم که اون تو میبینیم و این قضاوت اشتباهه خب بازم مثال بزنیم دیدی اینجا یا میگن آسیا یا ریاضیشون خوبه آره آسیایی که میگن منظور مثلا چینی و حالا ما میگیم ایرانی هستن میشه چشتنگا این دوباره همین مفهومه میگه اونایی که ریاضیشون خوب بوده تونستن مهاجرت کنن بیان این ورما و ما, ما اونا رو میبینیم همشون ریاضیاشون خوب نیست مورد مشابه اینو من یه دور قبلا گفتم توی شرکت ما یکی از مدیرا گفت من نمیدونم مثلا تو ایران با ریاضی شما چی کار میکنن که حالا مثلا خوبید ولی خب اونم همینه اون کسایی دید که اومدن اینور اون کسایی که نیومدن که ندید لزوما هم این اتفاق برای همه نمیفته الان هم از خودت تعریف دام... کردی کارو نه, <تصفح> نه. <تصفح> سال زدم بابا البته <تصفح> درست بل... بل... است ساب... ما این جای ما ریاضی اون واقعا ضعیفه یعنی حالا اینم نظر به سال نه بحث این نیست دارم دارم میگم اون سمپل یا ما میبینیم که خیلی خواستن همه رو که ندیدیم یا هر. مثلا ممکنه ما یه ساختمون خیلی قدیمی رو ببینیم که هنوز سر معماری قشنگی هم داره و این باور اشتباه تو ذهنمون ایجاد شه که عجب معماری داشته چه ساختمون های نابی تراحی کرده که تا الان سر پا موندن و براشون هیچ مشکلی پیش نیومده در که نکته چیه؟ ان تا ساختمون دیگه بوده که اون معمار طراحی کرده و همشون خراب شده اونی که مونده خیلی خوب بوده ولی ما معیار قضاوت رو داریم بر مبنای همون یه دونه سامپلی که مثلا میبینیم میذاریم یا چه ماشین قدیمی مثلا یه فلوکس قورباغه قدیمی فرض چیکار داریم میکنیم یعنی نور داری نور پردازی ضعیف شده بود رو. آره مثلا یه فلوکس قورباغه تو خیابون میبینیم میگیم که بابا این ماشین قدیمی چقدر خوب بودن اصلا خراب نمیشدن در که یه عالمه ماشین قدیمی آشغال بوده همشون خراب شده ولی اونی که خوب مونده رو ما داریم بر مبناش قضاوت میکنیم من دیست من آه بد میگم چرا خب چرا؟ من نه داریم بگو هفته پیش در مورد یه دیست رو کردی بگو بعد یا چرا این باوری که آهنگ های قدیمی بهترن دیدی مثلا همه کلا که یه باوری هست که قدیم خیلی بهتر بهتر آدم. آدم. قدیم آدم ها سالمتر بودن بچه ها معدب بودن دلا بوده دادا با سیویل بوده آره آدما ها با قابل اعتماد بودن نمیدونم باهوشتر بودن درستان این داستانه؟ حالا جو آهنگ هم این هست. میگیم که کج با حیام بیشتر بوده قدیمی حج با آره قدیمی مثلا آهنگا بهتر بوده در صورتی که میگه که اون آهنگ خوبا تو ذهن ما مونده اونی که مثلا ایبی و فرهاد و فریدون خوندن تو ذهن ما مونده اونی که آقای مار سفید خونده که نمونده تو ذهن ما عباسه <applause> عباس سفید اگر که آره. چیزی بگید درست بگید آره اون مدل آهنگا که نمونده تو ذهن ما اون خوباش مونده و ما شروع میکنیم قضاوت کردن که بابا قدیم عجب داستانی بوده بعد همه اینا رو که بررسی کنیم ممکنه به این باور برسیم که اگه حواسمون نباشه به این سوروایورشیپ بایس یا سوگیری دوام نگری ممکنه بگیم که احتمالا یه چیزی باید توی دنیای الان ما اشتباه باشه دیگه برد. یعنی اینکه این همه مثلا نرخ طلاق بالاست این همه مثلا اه چه آهنگ های الان خوب نیست این همه مثلا آدما مشکل مثلا روانی پیدا میکنن مرتبط با اپیزود قبلی ایمان این همه چه میدونم روابط اصلا مثل قدیم کار نمیکنه اینا ما ممکنه در واقع به اشتباه شروع کنیم قضاوت کردن که یه چیزی باید تو دنیای الان ما اشتباه باشه در صورتی که خیلی راحت ممکنه آگاهی نسبت به بیماری های روانی الان بیشتر باشه رو این حسابه که ما مثلا تعداد کسایی که مشکل روانی شاید دارن بیشتر باشه نسبت به قبل نه بچه هایی که اوتیسم دارن مثلا الان میگن آمارا بیشتره به خاطر اینکه قدیم اصلا دانشش احتمالا نبوده این آدما رو پیدا نمیکردن بله درسته یا چه میدونم روابط قدیم بیشتر جواب میداده به خاطر اینکه اصلا تعریفی از روابط درست و غلط وجود نداشته همه ممکنه توی سری روابط سمی بوده باشن چه واسه اینکه همه این ماها مثلا نگاه بکنیم شاید تو فامیل آدمای سمبالا دیده باشیم که اصلا چجوری کار کرده مثلا مرد مشرق خانم مغربه ولی این قضیه کار کرده انت تا بچه هم دارن خیلی هم خوشحالن چون تعریفی نبوده لزوما بوده به آره. اینا همه همین مفهوم سوگیری دوام نگری بسیار زیبا ترجمه کرده یه تعریفه یه ذره آره یه ذره رسمی ترشو رو بگی میگه یه مشکل بلا. آماریه که داده ای که ما در دسترس داریم تصادفی انتخاب نباشده خب توی آمار شما باید دادهاتون تصادفی انتخاب شده باشه یعنی چی مثلا شما میخواهید برید نرخ متوسط تعداد بچه توی خانواده ایرانی رو پیدا کنید اگه بری مثلا به اشتباه همه اونایی که چهار تا بچه به بالا دارن و انتخاب کنی خب این میانگین شما میره بالا و میانگین شما در واقع نماینده جامعه شما نخواهد بود باید برید تصادفی انتخاب کنی از همه مدل خانواده از اونی که سفت تا بچه داره اونی که یه دونه داره تا اونی که حالا انتا داره خب پس تو آمار باید همه چیز تصادفی باشه حالا سوگیری شناختی ببخشید سوگیری دوام نگری اینه که آره ضبط میکنه اینه که مشکل آماریه که دادایی که در دست <تصفح> <تصفح> یه لحظه دستم کردم قد شد آه؟ اه، اینه که داده هایی که در دسترس داریم تصادفی انتخاب نشده بلکه خودخواسته رفتیم به سمت داده هایی که جان سالم به در بردن اون هواپیماهایی رو نگاه کردیم که جان سالم به در بردن پس نتیجه گرفتیم بریم بالشون رو قوی کنیم در صورتی که اونی که موتورش آسیب دیده اصلا نرسیده به مقصد که حالا تو بری روش مطالعه انجام اینم بدی اینم بگم هفته پیشم که صحبت کردیم گفتیم که معمولا ماها داستان های آدم های موفق رو میایم نگاه میکنیم تا اینکه آدم های ناموفق آره اینو بهش اشاره میکنم خب پس چی دیگه ما آره این اون هیت تخصصی من راجعش باید صحبت کنم حتما با... تو کن <laughs> نه یعنی مفصل بهش میپرزه صحبت نمیایم اونایی که جون سالم به در نبردن رو توی محاسباتمون به حساب بیاریم و این خیلی بده مدل ناراحتش مثال خیلی ناراحت کنندش میشه تو مطالعه سرطان خب حالا داروهایی که امتحان میکنن روش های مختلفی که امتحان میکنن اونایی که خیلی زود از بین میرن توی این مطالعات احتمالا جایی ندارن در که اونایی که سال موندن مثلا میرن نتیجه شیمی درمانی و روشون بررسی میکنن ممکنه اون آدمی که زود از بین رفته اصلا شیمی درمانی روش تاثیر خیلی بدی گذاشته ولی چون ما نمیتونیم مطالعه کنیم داده هامون در واقع خیلی بایسته یا سمت و سو داره به سمت اونایی که جون سالم به در بردن بله دیگه اینجوری تمرکز ما صرفا میره روی موفقیت نشکست روی برنده نه بازنده در صورتی که چیزایی که ما از بازنده ها یاد میگیریم بیشتره خیلی بیشتر از چیزایی که ما میتونیم از برنده ها یاد بگیریم اینجا میریم به اون گرگایی که اولش رو صحبت کردیم میگن که ظاهرا گورگا گرگا اجداد سگا هن خب میدونی یه تیره مشخصی از گرگا بودن که تو... جده درسته آره نگفتم ثابت شده نگفتی ظاهرا آره دا. آره گفتم حالا پس فردا یه چیز دیگه یه فسیل جدید پیدا شد دلفین باشن بفهم بعد میگن یه روز سگ رفته پیش گرگه بهش فخر فروشی کرده که بابا مثلا تو ببین من چه باهوش بودم من یه حرکتی زدم الان زندگی راحتی دارم و توی مثلا خونه طرفم طرف عاشق طرف منه و بهم قضا میده و از این داستانا اونجا گرگ چیکار میکنه؟ شیشکی میکشه برای گرگه که یه شیشکی میکشه میگه بابا تو غرور تو زیر پا گذاشتی به خاطر یه نونی که راحت به دست میاد بسیار گرگ خردمند بوده که جواب به این زیبایی داده ولی خب ما مثلا به گرگا و سگا هم که نگاه کنیم باز ممکنه دوچار همیشه مشکلی بشیم پیش خودمون بگیم که بابا مثلا این سگه این مثلا جهش رو انجام داده و اومده پیش ما زندگی راحتی داره و اصلا نریم دنبال اینکه ها گرگه احمق بوده جایشو انجام نداده آره نریم مثلا بریم حالا گرگا رو مطالعه کنیم شاید کمتر به این قضیه اصلا فکر کنیم ولی خیلی جالبه این راجع گرگا گورگا خوندید یا نه ویدیوهاشو دیدید یا نه گورگا بسیار موجودات اجتماعی و باهوشی هستند بله. یه ساختار اجتماعی خیلی پیچیده ای دارن خیلی خانواده دوست هم هستن آره مفهوم بله. ولف پک رو شاید شنیده باشید بله بله. که این گورگا توی پک های خانوادگی زندگی میکنن و اینا اینا که تو اون پکن همشون با هم رابطه دارن رابطه خونی دارن یعنی دوست نیستن خب بعد خیلی ساختارشون جالبه یه جوری طراحی شده که همه مدل گرگی از هر سنی از خیلی جوون که تازه متولد شده که اینا که به دنیا میان اصلا کور و نابی ناشنوا اینا هن. توش جون سالم به در میبره تا اونی که خیلی پیر سنش زیاد درست نمیتونه حرکت کنه خب اینا دو نفر دارن یه دونه رئیس دارن که گرگ آلفا بهش میگن آره حتی یه اسم دیگه هم برای این بکار میبرم ولی خب معمولا آلفا همه شنیدیم این قوی نمیدونم نه نوشتم الان <تصفح> نپرسید <نه> <تصفح> ولی گرگ آلفا گرگ, که آره. گرگ آلفا گرگ قوی اون قبیله است و اصلا بحثی هم توش نیست که این چرا رئیسه خیلی مثل که اینا مهارت دارن توی پیدا کردن کسی که لیدرشون بشه رهبرشون بشه که کارو جلو بعد چیزی که ما انسان ها نداریم ما مثلا آمریکایی ها و ما ایرانیا خیلی خوب میتونیم راجع به این قضیه صحبت کنیم به خاطر حالا رئیس جمهورایی که انتخاب کردیم میبینیم که ما ها نمیتونیم ولی اونا خیلی راحت این گورگا میتونن اینو انتخاب کنن و اون میشه گرگ آلفا که حالا نر و مادن یکیشون رئیسه و اینا اینا معمولا زاد و ولد میکنن بقیهشون ظاهرا نمیکنن مگر در زمانی که خیلی شرایط غذایی خوب باشه و اینا بقیه‌شون هم ممکنه زاد و ولد کنن خب بعد یه سری گرگ بتا دارن اینا رزرو اونا هن. یعنی برای اونا که یه اتفاقی بیفته سریع این بتاها جایگزین میشن که رهبری کنن اون گله رو و اینو با هم آه. همه جا میرن شکار میکنن و مثلا شکار که میکنن اون آلفا ها اول باید برن بخورن بله خیلی باحاله بعد اینا که چیز میشن بالغ که میشن ممکنه گله رو ترک کنن اون مفهوم لون ولف کش بتا یا الفا چیا هر کدوم از این یعنی اون نه، الفا خاصی... که جای خودش اون الفا که دو... چیزو دارن گله رو دارن اصلا اشغال میکنن اونایی که توی حالا رده های پایینی اینا خیلی آه. ساختار طبقه بندی شده ای دارن اصلا از رو جهت وایس دومشون میتونی تشخیص بدی که این مثلا رده بالایی یا رده پایینه این بره. مثلا دستور میده یا دستور میپزه برید ویدیوهاشو ببینید خیلی باحاله اصلا یه سری ندارن ها درجه دومه آره پنیس این نیست روشون درجه دوم بالا پای نیست آره این مثلا یه سری داره یه سری, سری نمادای خاص دارن که نشون میده مثلا روی کمرش میره شکمش رو نشون میده نشون میده مثلا من از تو فرمان میپذیرم تو هرچی بگی همون خیلی باحاله بعد شاید. آها آه اینا به یه سن بلوغ که میرسن بله. پا میشن میرن لون ولف که میگن همینه تنهایی پا میشن میرن میگردن و اینا به امید اینکه یه دونه میت یه دونه حالا گرگ از جنس جوف. مخالف پیدا کنن یه ج... آره یه جفت پیدا کنن بعد اینا خودشون میشن آلفاهای های جدید بعد ممکنه آه. برن یه قبیله جدید با خودشون درست کنن و خیلی باله اینا مثلا شکار که میرن گروهی میرن رو حساب همین گروهی رفتنه میتونن چون خیر سمت رو بزنن زمین چیزایی که خیلی از خودشون بزرگ دارن و این خیلی فوق العاده است و حالا توی برگردیم یه ذره این مفهومی که داشتیم راجع صحبت می‌کردیم ما صرفا بیایم فقط سگا رو ببینیم که دور و برمونن نبینیم مثلا اجدادشون دارن چی کار میکنن ممکنه این باور غلط بیاد تو ذهنمون که بابا اینا اینجوریان مثلا اونا اونجوری بعد حالا سری مثال خنده دارم روی قضیه است مثلا دیدید سیب زمین سرخ کرده که می‌خوری توی این بسته که باشه آخرش سیب زمین سرخ کرده کوچولا ها فقط موندن بله دیدی آخرش حواست دیگه برا من, من بسته از کجا بس... بگیری شما از کجا می‌گیرید؟ ایشون از این پرینگلا میگیره که تو لوله میاد نه, نه چیپس نگفتم چیپس نه سیب سرخ کرده بعد مثلا میگه این باور اشتباه که سیب زمینی سرخ کرده کوچولوها میرن ته میگه نه اینجوری نیست میگه دستو که میبری توی اون بزرگا میان تو انگشت هم. بر همین تو اول بزرگا رو میخوری دیگه اون اونایی که مونده اوناست حالا اینجا برمیگردیم به اون حرفی که ایمان اومد بزنه گفتم جلوتر بهش میپردازیم اصلا نمیذاره اینجا حرف بزنه اون چه پادکست <تصفح> گفتگو محور <فره> گروهیه بفهمید <تصفح> 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 بعد مشکل کجاست مشکل این که ما بازنده ها رو نبینیم در واقع دیتا هامون داده هایی که داریم سوگیری داشته باشه به سمت اون دیتا موفقا داده موفقا مشکلش اینجاست که ما میریم چیکار میکنیم میریم میفتیم دنبال رو سی ای او های شرکت ها میشیم کتاباشونو میریم کتاباشون رو میخونیم روی این حساب که اون اون کار کرد شد منم بکنم تتا کاشون پوش صبح ساعت چهار بیداش صبح چهار بیداشیم <تصحب> یه مدل تیشرت رو هر روز بپوشیم کتاب مثلا فلان رو بخونیم کارافرین های برتر رو مثلا دنبال بکنیم آره نمیدونم میریم فلان خواننده معروف فلان طراح معروف بازیگر معروف داستان خلاصه این این خفنا رو میخوایم بریم فقط دنبال کنیم روی این حساب که اینا انجام دادن ما هم پس انجام بدیم این اتفاق برامون میفته و این قضیه کجا خیلی هست توی استارتاپ ها تو حل گروه اولیه هر استارتاپی رو نگاه کنی یه سری آدمان که قبل از اینکه به این فکر کنن که چه دردی رو قرار دعوا کنن دارن به این فکر میکنن که با جیبو اون میلیون دلار می نه میلیون دلار که اومد باید چیکار کنم اصلا یادتی که میخرم و یکی یادت رو برم توش پارک کنم چه جوری باشه فلان مسافرت که خونه یه فلان چه جوری بخرم ماشینا همش اون قضیه درسته که اصلا بری نرخ اون استارتاپی که فیل میکنه رو نگاه کنی اصلا ترس میگیره آدمو میدی ناراحت کننده ترش چیه کسایی که قبل از اینکه میلیون ها بیاد رفتن هزینه هاشون کردن منتظرم میلیون های بیاد آره اون که دیگه هیچی دیگه واویلاس بعد اره آره و حالا یه دوره قبلا صحبت کرده بود دیگه مثلا میریم میگیم که مارک زاکربرگ چرا قیافت اونجوری میکنی نه هیچی جالب بود مارک زاکربرگ آره از دانشگاهی که بود اومد بیرون رفت فلان بیزنس رو زد و الان ببین چقدر پول داره من دانشگاه بیام بیرون آره بعد نگاه نمی کنیم که یه عالمه آدم از دانشگاه اومدن بیرون که اصلا شاید هم دانشگاه رفته بودن شغل خوب هم داشتن شغل خوبش رو ول کرده رفته فلان شرکت رو بزنه الان مثلا چون قبض آب و برقش هم دیگه نمیتونه بده این تعداد خیلی زیاد رو ما اصلا بهش دسترسی نداریم ما اصلا این داده ها رو نداریم که راجع به این موارد صحبت کنیم و نظر بدیم در واقع روی افکار ما تاثیر بذاره و این خیلی بده خیلی خطرناکه دیگه ما فقط داریم گونه های موفق رو میبینیم و اصلا متوجه نیستیم که اون گونه های ناموفق چه اشتباهاتی رو انجام دادن چون اطلاعاتی ازش نداریم و روی این حساب ممکن عینا همون اشتباهات رو ما بارها و بارها آدم های مختلف تکرار کنن و خب داستان اینه که این آدمای بزرگی که ما میریم در واقع کتاباشون رو میخونیم اینا بزرگ نشدن رو حساب این که یکی دیگر رو تقلید کردن بزرگ شدن رو حساب این که اصالت داشتن و این اصالت داشتن خیلی مهمه تنها ما در صورتی میتونیم به جای حالا شگفت انگیزی برسیم که خود واقعی خودمون باشیم هر کسی بالاخره به نوبه خودش انسان منحصر به فردیه تو دنیا ما با تقلید کردن هیچ آدمی به جایی که اون آدم رسیده نخواهیم رسید که خود و طرف رسیده دیگه یه دونه ازش هست آخر... و یه راهکار نمیدی یه امید نیست مثلا من شخصا وقتی که میخوام یه چیزی رو بخرم میرم پنجاه تا ریویو در موردش میخونم خب میرم میبینم که بقیه شرایطشون مثلا برای کار کردن با یه همچین مثلا وسیله چی بوده و از اونها یه چیزایی یاد میگیرم دیگه میدونم که مثلا یه فلان وسیله مثلا فلان کار رو نمیکنه فلان کار رو میکنه من میدونم که تجربه های آدما میتونه متفاوت باشه یعنی من قبول دارم که مثلا اگر که مثلا کارون رفت مثلا ورزش کرد چون سیکس پک در آورد من اگر که همون ورزشو بکنم احتمال اتفاق نمیفته چون ژنای ما مثلا میتونه متفاوت باشه مثلا بعدن اون میتونه متفاوت باشه یا اون نحوه حالا ورزش کردن میتونه متفاوت باشه هزار تا فاکتور دیگه وجود داره ولی امید به آینده است میدونی یعنی تو وقتی که حالا به بقیه نگاه میکنی میبینی که بهتر از که تمام چیزهای منفی و مثلا نگاه کنی ببینی هیچ وقت هیچ کس به اون مثلا به یه هدفی نرسیده میگه چی میگم وقتی یه هدف مثبت رو نگاه میکنی یه ذره دل تای دلت روشنتر میشه که خب وقتی یه نفر تونست منم انسانم دیگه میدونم هزار تا فاکتور دیگه هست ولی یه نفر تونسته من حداقلش اینه که اگر که تمام شرایط یکی باشه شاید منم به اونجا برسم تا اینکه اصلا هیچ امیدی نباشه آره د... حالا من دیگه هم بگم قبل از این کارون بگه ما فکر کنم حالا برای توی خودکست ما زیاد دیدیم و شنیدیم از کسایی که در آقا شنونده هستن که بعضی ها صرفا فقط میخوان نظر یک نفر رو راجع به یه موضوع بدونن مثلا از خود ما در مورد پرسیدن نظرمون رو که شاید واقعا ما تو اونجا صاحب نظرم نیستیم ولی نسبت به تجربه شخصی که داریم از آره میخوان که مثلا یه سوالی رو جواب بدیم یا طرز فکرمون نسبت به یه موضوعی بگیم بعضی موقع آدما واقعا دوست دارن مثل همین کانال های ریویو مثلا تکنولوژی میمونه فقط میخوان نظر یک نفر رو بدونن و ببینن که اون طرف چه جوری حالا با یه چیزی داره کنار میاد میبینی مثلا ماها چند هفته, هفته پیش که داشتیم صحبت میکردیم در مورد مثلا جواب دادن به کامنت ها از مثلا بقیه کسایی که دیگه مثلا یه راهی و رفتن کمک گرفتیم قرض گرفتیم از کارهایی که مثلا بقیه کردن می چی میگم یعنی اگر که نبود که هیچ وقت هیچ امیدی نداشتیم برای آینده به آره من اینی که گفتم حرفی نیستش که ما نریم اینا رو بخونیم ام. نریم داستان زندگی آدمای بزرگ رو بخونیم اصلا این نیست بحث اینه که ما باید آگاه باشیم به این سوگیری که ممکنه ما ناخودآگاه توی ذهنمون باشه و هممون داریم بلا استثنا و به نظر من یه تعادلی بین اینا برقرار شه مفیدترین حالته اینکه حالا ما داستان زندگی آدمای موفق توی اون فیلد مد نظر خودمون رو میخونیم بریم چهار تا داستانی که موفق نبودنم بخونیم به نظر من این خیلی میتونه مفید باشه به اتفاقی که حالا توی مثلا فیلد کامپیوتر میفته پیپرهایی که چیز میشه منتشر میشه فقط پیپرهای کارهای موفقه یعنی <applause> تو یه, کار... یه رو داری شروع میکنی پیاده سازی کردن نتیجه خوب بگیری اینو پابلیش میکنی منتشر میکنی نتیجه خوب نگیری این توی هیچ جای معتبری پابلیش نمیشه مشکل کجاست مشکل اینه که ممکنه یه ایده رو تو داری میخوای تازه شروع کنی ممکنه یه آدم دیگه قبلا حالا مشابهش رو انجام داده باشه و نتیجه نگرفته باشه اون اگه منتشر شده باشه تو اتفاقا میتونی بری از اشتباهی که اون آدم کرده درس بگیری و اون کار رو دیگه انجام ندی این مثال رو بیاریم آه. توی پزشکی مثلا الان که همه دارن تلاش میکنن واکسن کرونا رو پیدا کنن شما فرض کنید این گروه هایی که تو دنیا دارن کار میکنن کاملا مستقل از هم کار کنن یه گروه مثلا توی کانادا ممکنه فیل کنه یه گروه دیگه عین همون ایده رو مثلا داره توی استرالیا میزنه اگه این خبر نداشته باشه این گروه تو کانادا فیل کرده به این دلیل ممکنه همون اشتباه دوباره انجام بده وقت طلب شه در صورتی که اگه این ارتباطه برقرار بشه با. و این مطلع باشه که گروه کانادا فیل کرد به این دلیل من نیام دوباره همون راه رو برم این خیلی میتونه کمک کنه به رشد اون گروه و اینکه حالا زودتر به نتیجه مطلوب برسن روی حساب مثلا حالا مثال ریویو رو زدی ما میریم خود من تا یه زمان اینجوری بودم میخواستم برم ریویو بخونم ریویوهای پنج ستاره رو میخوندم اونایی که عالی بودن در که متوجه شدم که نه باید اتفاقا بری ریویو هایی که آره دقیقا من داشتم برعکس انجام میدم باید بری ریویو هایی که بدن رو بخونی به خاطر اینکه اون یه نفری که تجربه بد داشته ممکنه چیزی رو به تو بگه که خیلی بیشتر به درد بخوره تا اونی که حالا داره تعریف تمجید میکنه بحث این نیستش که ما نریم کتاب مثلا از سیو جابز و بیل گیتس رو بخونیم میگی وقتی میریم اینا رو میخونیم ای کاش داده به حد به حد کافی توی دنیا باشه که ما بریم اون چهارتا آدمی که موفق نشدن که تعدادشون خیلی بیشتر از اونایی که موفق شدن رو هم بخونی و در واقع به اونا دسترسی داشته باشیم روی من میخوام از خودمون حالا شروع کنیم ولی یه درخواستی بکنم شما هر مدیایی که بهش دسترسی دارید اگر دوست داشتید بیایید و داستان عدم موفقیت خودتون رو بیان کنید خیلی آره به نظر من این خیلی میتونه کار قشنگی باشه چون اولا خود اون ستوری خود اون داستان خیلی ارزشمنده اون تجاربی که توی اون مسیر کسب شده این یک خیلی جذابه و اینکه میتونه به بقیه کمک کنه حالا اگه دوست داشتید میتونید برای ما بفرستید ما اگه شد مثلا شیر میکنیم به هر طریقی با بقیه به اشتراک میذاریم چیزی که خیلی ارزشمند باشه و به بقیه بتونه کمک کنه اولا ما از خودمون شروع میکنیم از خودم یه مثالی رو میزنم از چیزی که توش موفق نبودم چون میگم همیشه صرفا موفقیت های ماست که توی اون ویترین قرار میگیره فلانی مثلا تو ورزش این کار کرد تو درس اینطوری بود تو کار اینطوری خانواده ما نمیبینیم که کجاها داره چه اتفاقی میافته همین اینستاگرامو رو که گفتم ما اینستاگرام رو مثلا باز میکنیم خوبیای زندگی بقیه رو میبینیم طرف این مسافرت رو رفته پارتنرش اینجوری سورپرایزش کرده تو فلان هتل براش گل کشیده تا دم رخت خواب و اینا همه چیز تا خود, خود زیر لاف گل فلش گذاشته آره،, آره ما نمیبینیم که اونا چه دعواهایی مثلا با هم دارن ما میدونیم با... <applause> باطن اون قضیه رو ما نمیدونیم در واقع داریم باطن زندگی خودمون رو با ظاهر زندگی بقیه مقایسه میکنیم و این به شدت استرس آور و افسرده کننده است مخ افتضاح این شبکه های اجتماعی نگم براتون اتفاق بعدیه که اونجا داره میفته شما بابا ما اصلا میبینم مثلا یکی انقدر کپشن های مثبتی می از گذشته خود وای زندگی ما اینجوری بود مثلا خیلی خوب بود بابا, بابا ما که بس. همه میدونیم قرار نیست که همش سعودی باشه اصلا اگه همش بابه. سعودی باشه که دیگه سعود معنایی نداره دیگه شما نمیفهمی باید یه چهار تا نقطه قرم باشه که ما معنی اون صعوده رو متوجه بشیم ارزش اون صعوده رو بدونیم باید یه بهاری باشه که بعد پاییز میرسه فرهاد بدونه تو بهار خوب بوده تو پاییز بده اگه کل سال بهار باشه که خوب بودن بهار براش میشه عادی حالا این هم همینه شما که ماهی وقتی که توی دریان قدر نفس کشیدن نمیدونه نفس میکشن ماهی از <applause> این صحبت هایی که میکنن چی میگن حالا بگو بگو. تو واتساپ میاد این پوست. باده باده. خانم آقای اینفلوئنسر عزیز شما این که لفظ اینفلوئنسر رو خودت داری میخوای تاثیر بذاری رو زندگی بقیه این تاثیره فقط با نشون دادن موارد مثبت نیست امکان باده. نداره باشه هر آدمی زندگیش موارد منفی داره و ما به نظر من خیلی قشنگتر میتونه باشه که جفتش رو با هم به نمایش بذاریم یه مثال مصبت... جالب بزنم بزن آره من کل زندگیم الان رو داره... دور این گیمین چنله میچرخه یه کاری که خیلی باحال اینا انجام میدن آدمای معروف میان از اون جاهایی که باختن و عصبی شدن فیلماشون رو میذارن اینو میخواستم اصلا بهت بگم ایما اصلا بگو دیگه چیه بهت گفتم قراره تو زوم بهت بگم گفتم آره. از اونجایی که مثلا امثال من گم میزنیم تو بازی و مثلا میبازیم و هرست میدیم و اینو اونا رو هم بذار حالا اتفاقی من حالا من مثلا همش دارم اونایی که چون من با تعداد کشته زیاد مثلا میبرم فلان و اینا فیلماشو میذارم بعد داشتم توی داشتم میگشتم دیدم که آره خب مثلا اون آدمایی که طرف زندگیش بازی کردنه یعنی طرف از بازی کردن پول در میاره اونم مثلا شده که مثلا توی 55 نفر مثلا 54 اون بشه به عصبانی بشه مثلا مش بزنه توی چه میدونم مانیتور و فلان و این و خب جالبیش اینه که این کامیونیتی که وجود داره از این نمیترسه که اینو بذاره چون که میدونه که خب برها برای همه اتفاق میفته و من خودم تا الان این کار نکردم ولی خب داشتم بهش میکردم که خب اینم جالب میشه از شاید اینو هم مثلا آدم به نمایش بذاره که ممکنه خیلی هم بد باشه یه روز توی بازی که داره انجام میده آره ما بیایم طرحی نو در اندازیم از خودمون شروع کنیم سال بزنیم جایی که شکست خوریم از خودم میگم ما حدود سه سال پیش که نه چهار سال پیش بله شروع کردیم روی یه ایده ستارتاپ کار کردن خب باله. مثلا یه سری آدم بودیم همه مدلی تو بود مثلا ولی خب اکثریت جوان بودیم و یه تعدادیمون مثلا, مثلاً, مثلا تازه از دانشگاه زده بیرون دیگه اصلا هیچی نمیدونه دنیا چه خبره نه که الان بدونیم ولی اون موقع دیگه اصلا نمیدونستیم و یه گروهی حالا دور هم جمع شدیم که این گروه اتفاقا از لحاظ فنی و علمی سطح خوبی داشت آره تعریف دوی... از خود نباشه نه اصلا من که نه آدمایی که توی اون گروه بودم بسیار آدمای درست حسابی و باسوادی بودم و به فنی این گروه هیچ شک و شبهه‌ای وارد نبود بعد دیگه ما اون اشتباه رو کردیم نشستیم دوره هم فکر میکردیم که مثلا این استارتاپه که ده میلیون دلار که فروش میره دیگه اون ده میلیونه که مثلا بعدش که موفق شد فروش رفت چه اتفاقاتی میفته و ما انقدر متمرکز شده بودیم روی بعد فنی که یک سال مثلا هشت ما هم روش خیلی به شدت کار کردیم و اتفاقا به جاهای خیلی جالبی هم رسید خروجی خیلی زیبا و شکیلی داشت قضیه ولی از یه چیزی قافل شدیم که حالا توی شرایط الان توی حالا محیط های استارتاپی علاوه بر بود فنی شما یه بود بیزنس ساید هم داری یه آدمی باید باشه که اون ور قضیه هم بلد باشه یه آدمی باید باشه که بتونه بره پرزنت کنه ارائه بده کارتو به جاهای دیگه بتونه در واقع سرمایه گذار بیاره توی شرکت از این مدل لینک ها بزنه و ما اصلا اون آدما نبودیم نه مهارتش رو داشتیم نه سوادش رو داشتیم هیچ کدوم رقبت نکرد بره این مهارت رو تو خودش به وجود بیاره نمیگیم نمیشه و میگم ما مثلا یک سال و هفتش ما اینا روی این قضیه کار کردیم و هزینه هم داشت بالاخره شرکت باید ثبت میشد همه این کارا رو کردیم ولی حالا به یه سری دلایل که خیلی مهم هم نیستن اینو دیگه ما نتونستیم ادامه بدیم و ما فعل کردیم این داستان ما هیچ جا نیست این رو ما هیچ جا ننوشتیمش هیچ آدم دیگه ای از این قضیه خبر نداره ولی این تجربه ای که ما داشتیم شاید مثلا من به دو سه نفر دوستای نزدیک باشون صحبت کرده باشم گفته باشم ولی اگه این خبر مثلا بره چهار جای دیگه به پیچه که آره اینا بودن با اینکه تیم بسیار فنی خوبی داشتن ولی چون یه آدم بیزنس پرسن مثلا توشون نبود فیل کردن این ممکنه به انتا استارتاپ که در آینده ممکنه به وجود بیاد کمک کنه و خیلی بده که اینا شعر نمیشه در واقع یه پلتفرم ما نداریم که شعر بشه در که اگه ما موفق شده بودیم دیگه پاره کرده بودیم دیگه همه همه جا خبرش رفته بود و پاره کرد خدا آره <دیگه تصفيق> شما موفق نشدید دیگه, <applause> دیگه همه میفهمیدن ولی الان که موفق نشدیم کسی هم نفهمه اینو تو قلب خودمون نگه داشتیم با ناراحتی بهش نگاه میکنیم که بابا فلان به نظر اگه اینا رو مطرح کنیم خیلی میتونه کمک کنه به کسایی که در آینده میخوان پا توی اون مسیر بذارن من از شما دوستان ازم درخواست میکنم که جاهایی که تو زندگیتون فیل کردید مستقل از خروجیش که حالا بعدا تونستید جبران کنید یا نتونستید یه چند تا مثال بزنید مشتی دور هم لذت ببریم فرد جان بفرمایید چرا من نه بفر... صدای بوغ فرزاد بذار فرزاد فرزاد صحبت فرضاد. این بوغ نیست این پرنده های بیرون اینجا دارن صدا میدن مگه تو اونجا رو مینکاری نکرده بودی <applause> نه اینا پرنده های جل... چیزه قاز اینا ها دریایی, 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 دریایی اینا قدیم تو. خیلی بالا قدیم اصلا اینجا نمی اومدن الان که شهر خلوت شده تو تو میاد قدیم فقط دم آب بودن بفهم من حالا کارون داشت زد یاده دا دا اون حرفی افتادیم که گفتیم جمله هایی که زیاد استفاده میکنیم تو پادکست یکیش هم همینه که کارون هی میگه ما همیشه ظاهر زندگی بقیه رو با باطن زندگی خودمون این هم جمله ای میتونه باشه که بزنیم رو چیز ولی در مورد مثال من خودم میخواستم می در مورد یکی تا چیز حرف بزنم یکیش این بود که من کوچیک بودم برام اتفاق افتاد البته افتادی دیدی شروعی نه نه یادم افتادم <laughs> فکر کنم آخر دوستان بودم اول راهنمایی مثلا اون سن بودم و اینا ما خب تابسونه کلاس شنا رفتیم با فرهاد و یک کمی شنامی خوب شده بود و قرار شده بریم مسابقات حالا مطمئن نیستم استانی ولی مثلا منطقه ای بود دیگه اون مسابقات بعد محلی چی؟ محلی, محلی. بقیه من رفتم مسابقه و طول استخ رو باید یه بار میرفتیم یه بار هم برمیگشتیم و مشخص میشد یا رکورد خوب زدن من تو برگشت دوم کم آوردم مثلا حالا نمیدونم اکسیژن کم آوردم انرژی بدنم کم هرچی. اصلا زدم بغل رو همه چی داشتن شروع اینطوری کرد اومدم و اومدم بالا و مثلا یه سری هم برام دست زدن خب خیلی اون موقع خجالت کشیدم و اصلا خیلی بد بود و مثلا تا همین امروزم به اون شکست خیلی فکر نه اینکه همیشه بهش فکر کنم ولی مثلا موقعی که حالا با ایمان مثلا میریم میدویم اتفاقی که اون شکست برای من داشته همیشه تا تو دویدن مثلا مثلا تو یکی دو کیلومتر اول که خیلی سخت دویدن تا بدنت گرم بشه و نمیدونم تنفست اوکی بشه هی میخوای گیواب کنی هی میخوای وایسی ولی من برد. همیشه اون خاطره یا اون شکست تو ذهنم میاد و برای خودم یه چیزیه که نه مثلا دلیل نداره که گیواب کنی چون اون موقع اون موقع هم دلیل نداشت میتونستم حالا به هر نحوی بود پیش بره بچه بودی زیاد اینطور. ای آره ولی مثلا من. مونده دیگه مثلا مونده با من اون داستان میبریم من زمان یه چیزی بگم ها؟ من حالا همین بچه که بودم سن کم بودم کلاس شنا می رفتم بعد همش ما توی کم عمق شنا می کردیم خب پس این هواگیری رو که انجام میدادیم مثلا حالا من انجام میدادم به یه نحوی بعد هی وسط مجبور بودم وایسم مثلا یه نفسی بگیرم دوباره ادامه بدم خب اولین باری که ما رو اینجوری پرت کردن توی عمیق گفتن که برید بعد من همینجوری رفتم بعد طبق اون عادت وسط اومدم وایسم رفت پایین آره من رفتم پایین بعد صحنه بعدی صحنه بعدی که, که یادمه من کنار استخ نشسته بودم خب یعنی این وسط انگار دیگه من بیهوش شدم حالا به هر نحوی یکی اومده من نجات داده آورده بیرون اونجا من با یه قضیه رو فهمیدم که چرا من هی مجبور بودم وایسم من این هوا رو که میگرفتم توی آب خالی نمیکردم یعنی هی مثلا من چند بار این گردن رو بیخود میچرخوندم این می هوا رو میکشیدم تو دیگه خالی نمیکنم برای همین هی تو کمق مجبودم وایسم نفس بگیرم دوباره برم دیگه عمیق که بودم این امکان نبود دیگه اونجا من بیوتی یه تموم شد اونجا به زندگی به طرز خیلی سختی به من یاد داد که هوا رو باید خالی کنی من اگه بخوام نه فرزاد داشت دیگه... میگفت یه دیگه داشت خب اه... فکر کنم کم باشه آره زدم به همتون من سریع که دیگه بگم حالا کارون گفت بلافاصله بعد دانشگاه بود منم یه تجربه داشتم بعد دانشگاه یه کمپانی خیلی بزرگی و تونستم حالا با نمیدونم با رابطه و با اینکه از این کارا تونستم با یکی از اون افراد تو اون کمپانی کانکت بشم و خلاصه یه مصاحبه کاری گرفتم و خب اون کمپانی هم میگم بزرگه و رفتن توش خیلی چیز خوبی میتونست برای باشه بعد از دانشگاه حتی اینترویو رفتم و حتی از کارون از ایمان آیدیا هم گرفتم برای اینکه حالا اون اینترویو چجوری انجام بدم آنلاین بود اون اون طرفی هم که ما باش در ارتباط بودم با من در ارتباط بود ایمیل میداد فلان آقا بعد اینکه ما اینترویو رو دادیم نه دیگه به ما ایمیل جواب داد نه دیگه تلفن ما رو جواب داد انقدر از ما متنفر شده بود ولی خب اونم یه شکستی بود که حالا چیزایی توش یاد گرفتم مثلا حالا و حتی میگم به بقیه هم اینی که کارون گفت که شکست ها هم میتونه یعنی درسی باشه برای بقیه این هم یه چیز ریسنتی بود تقریبا برو ایما بگو چقدر میتونیم دیگه اون زمان؟ دو دوازه خب باش من توی یه چیز گفتم توی فکرم اپیزوره قبلی هم گفتم که من مدتی بود که توی دانشگاه اصلا درست درس نمیخونم یعنی اینطوری یه جورایی قره شده بودم اینم چند بار گفته بودن که ما میگیم قره شوخی داریم میکنیم قره درسته قره هم میتونه درست باشه من از معلم ادبیات به آریه گرفتم قره هم میتونه درست باشه حالا هیشو نگی ولی قره هم میتونه قره شده بودیم و اصلا درس نمیخونم و اینا و اینطوری بودم که خب اصلا مهم نیست بعد واقعا شروع کردم مثلا فیل کردن کورس و اصلا شرایط جالبی نبود و اینکه انقدر بد شد که مجبور شدم مجبور شدم بهترش کنم یعنی انقدر مثلا شرایط درسی اینا مثلا بد شده بود موقعی که تو سوئدیا بودم که دیگه واقعا مثلا به اجبار مثلا مجبور شدم درستش کنم مگه اینکه مثلا دیگه مینداختنم بیرون از اون دانشگاه و این همیشه به نظر همیشه هم گفتم فکر کنم برای خود شخص من یه نقطه چیز بوده نقطه اطفی عطفی بوده توی زندگی که عوض شد مثلا همه چی بعد از اون فشار خیلی زیادی که اومد و من همیشه به کسایی که الان دارم میرن دانشگاه اتفاقا من اینو میگم بهشون میگم که من خیلی به خاطر این دلایلی که وجود داشت و به خاطر این طرز فکری که وجود داشت خیلی بد به هم گذشت و به هیچ کس پیشنهاد نمی‌کنم که این مثلا اشتباهات رو انجام بده. ولی برای من یکی از شکستهایی که همیشه تو ذهنم بوده و حالا تونستم باش کنار بیام فکر کنم اون همون دانشگاه بود. سال دوم دانشگاه، بچلر، خیلی سخت بود. تجربه دانشگاه زخم فرات چ... تو چی؟ خب من دو تا آماده کرده بودم یکیش تقریبا کپی ایمان مساله اول ترم اول این اتفاق واسم افتاد اینو اصلا توضیح نمیدم چون شبیه یکی دیگه اینکه چند سال پیش بود که خیلی کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال و اینا خیلی بحثش دا بود و بچه از رو داغ میخندن ها یعنی دن دن دن. خیلی تو بورس شده بود خب ما هم میشنیدیم هی با هم صحبت میکردیم اینا و داشت داشت یه سری از اون ارزا خیلی بالا میرفت و هرکی میخرید داشت میبرد و اینا من همینطوری بودم که او مثلا آقا ما عقب نمونیم و پولمون هم نمونه یه سودی بکنیم و اینا و خیلی بی دانش و خیلی بی فکر و اصلا بی هیچ چیز من شروع کردم به خریدن این ارزات او تو اون موقع حالا اونی که من خریدم لایت کوین بود بیشترین سرمایه گذاری رو لایت کوین کرد یه مقداری هم اتریوم و از اون روز به بعد تا امروز سیر نزولی داشته حتی مثلا واسه بیت کوین سری اتفاقات خوب افتاد حالا هرچند که بیت کوین الان پایینه ولی این لایت کوینه با, با استقامت عجیب تو پایین ترین حالتشه و بدتر از اون اتفاقی که افتاد این بود که حالا بدتر که میگم این وسط یه وبسایت من باشه شوشا حتی کارو معرفی کرده ولی حالا اصلا رفت تو کارو نداره تو اون دوران بله آو نه 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 اون جاببو باشی وبسایت وبسایت کوادریگا بود اسمش حالا در که میگم اسمش رو میگم اینه این مثلا به طور قابلیت رو میداد که میتونستی تنظیم بکنی روی مقداری که رسید ارزش اون محصول بخره بفروشه. بفروشه بفروش اینا خب من توی مدتی یه سود خوبی هم کردم حالا آره نسبت پولی که سرمایه گذاری کرده بودم ولی خب دوباره نرخ چی بهش میگن اون نزولی شد طی کرد و خاک تو سر شد این پول ما به خاطر اینکه هیچ دانشی پشتش نبود هیچ علمی نبود حتی من مثلا مقالم نمیخوندم راجع خیلی خیلی حس... بعد داستان نیست آره روش برباری کردم خیلی مثلا دیمین کارو میکردم و رو حس و حال و اینا. بعد گذشت دیگه من گذاشتم کنار گفتم حالا بذار باشه بعد مثلا شاید ده بیس سال دیگه شاید یه اتفاقات خوبی افتاد و این پوله مثلا برگشت به میزان اولی بعد آقا این گذشت یه دیدیم و من رفتم یه لاگین بکنم بعد چند ماه دیدم اصلا وارد سایت ن... وبسایت نمیشه و بزرگ زده بود که سایت کوادریگا حالا صاحبش و اینا راستش الان یادم نیست گم دیگه... شد آره، تمام صاحبش... کی پولا رو داشت رفت تو هند گم شد صاحبش گم شده و دیگه سایت قابل دسترس نیست و تا امروز که حالا چندین سال گذشته من چند تا فرم فرستادم الان یه, یه وکیلی هست که دنبال کارهای همه و اون پول خاک تو سری که ما نداشتیم هم دیگه نداریم دیگه دیگه یعنی اونی هم که نبود دیگه نیست ایمان هم یه ها... ها... خاطره جالب از این قضیه داره الان روش نشد تعریف کنه من براتون تعریف کنم <تص> ایمان جان اومد زرار بگیم. یه جایی و با سود یه جا دیگه جبران کنه اومد یه سکه یا خرید به پیشنهاد یکی از دوستاش بله. این سکه رو هلوش 27 سنت خرید بله این سکه رفت بالا وقتی خرید ایمان همه زرارش عجیب. جبران شد همش. رفت تا سی و خورده سنت و اینا عالی بود همه چیز خوب تا سود بود؟ رفتم ها؟ تا سود رسیدم آره آره کلی سود کرد و اینا به پیشنهاد دوستش الان اون سکه یک سوم یه سنته یعنی به پیشاد دوستش نفروخت وقتی نفروخت یعنی سه را. تا از اون سه که رو که بذاری رو هم تازه میشه یه سنت یعنی یک صدم یه دلار. این هم تجربه ایمان بود حالا چون ما مشکل حافظه و اینا داریم من دو طرف آخرم هم بزنم یکی اینکه واقعا شعر کنیم یعنی تا جایی که میتونیم شیر کنیم شکستایی که میخوریم چه اشکالی همه آدما تو دنیا شکست میخورن اصلا نشونه ضعف نیست برعکس نشونه اینه که شما به حد کافی دارید تلاش میکنید میگن کسی که هیچ شکستی نمیخوره احتمالا نشونه اینه که اصلا تلاشی نمیکنه ام املای نانوشته غلط نداره شما انجام ندی هیچ شکستی آه. هم نمیخوری میگه که وقتی شکست ها از چشم ما دور میشن تفاوت بین شکست و موفقیت هم از چشم ما دور میشه این خیلی نکته قشنگه وقتی ما شکست به حد کافی نبینیم اون موفقیت دیگه معنیش از بین میره و اصلا دیگه معنی این دوتا رو ما اصلا نمیتونیم تمیز بدیم این حرفایی بود که توی این اپیزود من دوست داشتم راجعش صحبت کنم راجع به سوگیری دوام نگری سوروایورشیپ بایس هممون هم درگیرشیم و خب جالبه دیگه از همون مثال هواپیما شروع کنیم تک تک کارهای ای که میکنیم و ممکنه این قضیه توی تصمیم گیری های ما اثر گذاشته باشه من در آخر هم میخواستم از یه گروهی تشکر کنم اونم اون گروهی هم که دستگاه کرونا یاب رو درست کردن <تصفح> که تا صد متر و به صورت کاملا اتوماتیک اون آنتنش میچرخه و کرونا رو پیدا میکنه واقعا جا داره که ازشون تشکر کنیم همین آقا مرسی میخوایی چند کامنت بخونم و کار. <تصفح> <تصفح> ایمان وقت داری؟ یا نه پنج دقیقه بخون حالا من میگم وقت داریم ما دوست داریم اینو تمامش کنیم ولی به خاطر اینکه من یادم رفت مموری کارت رو ریست کنم الان اگه تمام شد یه قطع میشه و برای همین تا آخرین لحظهش میریم دیگه از یوتیوب حالا کامنت هایی که من نوشته بودم نیوشا و زهرا بودن که در مورد اون سکت جنین گفته بودن که ما تو اپیزود قبلی کارون توضیح داد که حالا منظور چی بود و یه کمی اشتباه برداشت شده بود توی اینستاگرام به ما گفته بودن که فرقتشی که فرهاد و فرزاد یه از این کار بگیرن فصل اول اپیزودهای فرهاد خیلی خوب بود با دیدگاه های جدید بود ما موافقیم حتی من امروز بهش پیشنهاد دادم حتی من امروز به زنگ زدم و بهشین پیش ولی اصلا دیگه زنگ من رو جواب نداد آره ب. با... آره مهم نیستی با... برام منظورش نه نه تو قرون... اومدم جواب بدم دیگه ایمان کاش کرد کارون جان گوشی تو نگاه خب این بود ام چند تا جالب هم دارم حالا اگه میخواین اینا رو بگم یا آره جالب ها رو بگیم نه بذار سب کن فقط کارون جیزی بگه بفرم. آره ما هفته آینده با خانم شیما پیلهور درست من اسمش رو واقعا قویا دوست دارم که شما نگفته باشم قرار صحبت کنیم ایشون یه محقق هستن توی رشته حالا مهندسی شیمی مواد عمران که یه تحقیق بسیار جالبی انجام دادن که حالا خودشون رو توضیح میدن بیشتر ولی روی کره ماه چجوری میشه بهتون مقاوم تولید کرد و اینا به کنار ایشون بسیار آدم خوشمشربی هستن و اصلا همین که شما حرفای این آدم رو دنبال کنید براتون لذت بخشه انقدر همه داستان ها رو جذاب و شیرین تعریف میکنن خیلی دلنشین قرار نیست حالا اپیزود علمی اونجوری باشه که شاید حوصله خیلی سر بره یه چیز خیلی دلنشین و خوشایندی امیدوارم در بیاد ما هفته بعد قرار با ایشون صحبت کنیم آره هفته بعد یه مصاحبه خیلی باحال داریم ما امروز خودمون باشون صحبت کردیم کلی لذت بردیم نمیخواستیم قطع کنیم ولی دیگه کار داشتم ما میرفتن ایمان فکرام داری دیگه نمیتونی بگو بگو چرا برو فرزاد برو من حرف بگو بگو یه یه خبری خوندم که ربطش به اپیزود هفته پیش یا دو هفته قبل کارون که خبر در مورد کشف ریسمان پنجاه هزار ساله در محو... محو... فرانسه محو... بود چی؟ نیاد... نیاندرتال ها, که تو فرانسه کشف شده که میگن این ریسمان به خاطر حالا اون دقتی که توش بوده سه تا رشته داشته و اینها یه کمی اون تئوری که این من کلمه نمیتونم بگم آره که نشون میده اونها مفاهیمی مثل, مثل مثلا جفت مجموعه و اعداد رو مثلا درک میکردن این هم یه چیز جدیدی بوده آره اون باوری که اونها خیلی پیش پا افتاده و ابتدایی بودن داره رد میشه که اتفاقا بسیار پیشرفته و باهوش هم بودن خیلی خوب قطع کنیم بفرم خیلی خوب ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواید با مرتبط مستقیم داشته باشید ما این پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با مصاحبه با خانم شیما فیلاور برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدافظ